برنامه رو با چند خبر کوتاه ادامه می‌دهیم. سرویس امنیت گرجستان SSG از بازداشت مالخاز پاکسا شوئیلی که گفته می‌شود فرمانده داعش گرجستان است در تفلیس پایتخت این کشور خبر داد. گفته می‌شود فرد بازداشت شده سال 2013 میلادی گرجستان را به مقصد سوریه ترک کرد و در آنجا عضو داعش شد. رسانه های گرجستانی با انتشار گزارش های اعلام کردند که فرد بازداشت شده ارتباطش با داعش را رد می کند، اما آنها پیش بینی کردند دادگاه برای او حکم حداقل 17 سال حبس را صادر کند. پژوهشگران آزمایشگاه ملی لارنس بریکلی از ربات‌ها و هوش مصنوعی استفاده می‌کنند تا سرعت انجام پژوهش‌ها و تحقیقات را 100 برابر افزایش دهد، در حالی که به هیچ دخالت انسانی نیازی نیست. گفتنیست یک گروه پژوهشی به سرپرستی یان زنگ، دانشمند آزمایشگاه ملی لارنس بریکلی متعلق به وزارت انرژی آمریکا، یک آزمایشگاه تحقیقاتی جدید مواد ساخته که در آن ربات‌ها تمام کار را انجام می‌دهند و هوش مصنوعی می‌تواند تصمیمات را بگیرد. این ابتکار اجازه می‌دهد تا کارها به صورت شبانه روزی انجام شود و در نتیجه سرعت تحقیق و پژوهش را به شدت افزایش دهد. منابع رسانه‌ای سوریه اعلام کردند که بر اثر انفجار مینی در نزدیکی پایگاه آمریکا در حومه شهر است که در شمال شرق سوریه، 3 کودک سوری کشته و 2 تن دیگر از اعضای یک خانواده زخمی شدند. گفته می‌شود این کودکان به دلیل شرایط بد اقتصادی خانواده‌هایشان به جمع‌آوری پلاستیک از بین زباله‌ها مشغول بودند. از این رو برای یافتن زباله‌های پلاستیکی به هر جا که زباله وجود داشت، به خصوص زباله‌های پایگاه نیروهای آمریکایی در القصرک می‌رفتند، جایی که در بین زباله‌هایشان حتی بقایای سلاح‌های مختلف و گلوله‌ها نیز یافت می‌شد. زلزله‌ای به قدرت 7.4 درجه در مقیاس ریشتر امروز سه‌شنبه 5 اردیبهشت ماه سواحل سوماترا در اندونزی را به لرزه درآورد. در پی وقوع این زلزله، مرکز ژئوفیزیک اندونزی نسبت به وقوع سونامی هشدار داد و همین موضوع باعث شد تا مردم به ارتفاعات متوسل شوند. اندونزی به دلیل قرار گرفتن در حلقه آتش در اقیانوس آرام که چندین لایه تکتونیکی با هم برخورد می‌کنند، همواره شاهد فعالیت لرزه‌ای و آتشفشانی است. هولناک‌ترین زلزله اندونزی در سال 2004 میلادی رخ داد که در جریان آن بیش از 360 هزار نفر در سریلانکا و هند و تایلند جان باختند. خبرگزاری فرانسه روز دوشنبه 24 آوریل به نقل از رئیس جمهور کنیا گزارش داده که تعداد کشته شدگان ناشی از روزه تا سرحد مرگ به 73 تن افزایش یافته است. رئیس جمهور کنیا این رویداد را با نتایج اقدامات تروریستی مقایسه کرده است. وی تاکید کرده است که پل مکنزی، یکی از کشیش‌های این کشور، در حال حاضر از سوی پلیس بازداشت شده و باید در زندان باقی بماند. کنیا یک کشور مذهبی است و قبلا نیز مواردی از اغوا شدن افراد توسط کلیساها یا فرقه‌های خطرناک و غیرقانونی وجود داشته است. افزایش سریع دمای اقیانوس‌ها زنگ خطر را برای دانشمندانی که نگرانند به گرمایش بیشتر زمین دامن بزند به صدا درآورده است. میانگین دمای سطح دریاهای جهان در ماه جاری یک رکورد تازه ثبت کرد. این دما تا کنون به این سرعت و به این اندازه بالا نرفته بود. گرم شدن آب اقیانوس‌ها می‌تواند به مرگ آبزیان، رویدادهای شدید آب و هوای بیشتر و بالا آمدن سطح دریا منجر شود. آب گرمتر همچنین ظرفیت کمتری برای جذب گازهای گلخانه‌ای خواهد داشت. اما یک مطالعه مهم تازه که هفته پیش منتشر شد روی یک تحول نگران کننده دیگر تاکید می‌کند. بر اساس این مطالعه در 15 سال گذشته حرارت انباشته زمین 50% بالا رفته و بیشتر این گرمای اضافه جذب اقیانوس‌ها شده است.
حوزه علمی ابن فهد هلی از مراکز علمی مرتبط با دفتر بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله العظمى سید صادق حسینی شیرازی دامظله در شهر مقدس کربلا از آغاز ثبت نام داوطلبان خبر داد. بر همین اساس علاقمندان و داوطلبان ثبت نام برای سال تحصیلی 1444 و 45 قمری می توانند با مراجعه به حوزه علمی واقع در خیابان قبله امام حسین علیه السلام در شهر مقدس کربلا یا تماس گرفتن با مسئولان مربوطه از طریق راه‌های ارتباطی ثبت نام خود را انجام دهند. رسانه‌های سوئدی از حذف کارت شناسایی فیزیکی و جایگزینی کارت الکترونیکی به جای آن در این کشور خبر دادند. این رسانه‌ها نوشتند بزرگترین سیستم شناسایی الکترونیکی سوئد بانک آیدی به زودی یک مدرک شناسایی الکترونیک در تلفن‌های موبایل ارائه خواهد نمود. با مدرک شناسایی الکترونیک جدید فردی که نیاز به نشان دادن کارت شناسایی دارد ابتدا وارد بانک آیدی داخل تلفن موبایل خود می شود و در آنجا می تواند مدرک شناسایی خود را به صورت الکترونیک باز کرده و نشان دهد. مؤسسه فرهنگ نیکوکاری مصباح الحسین علیه السلام از مراکز مرتبط با دفتر بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله العظمى سید صادق حسینی شیرازی دامظله در شهر مقدس کربلا در اقدام نیکوکارانه در روز عید سعید فطر بین کودکان نیازمند و ایتام عیدی توزیع کرد. این اقدام با هدف شاد کردن دل این کودکان و با همکاری مؤسسه آی‌اس‌سی و در راستای عمل به توصیه‌ها و راهنمودهای آیت الله العظمى شیرازی مبنی بر اهمیت کمک به نیازمندان و ایتام صورت گرفت.